انفجار خونین در معدن زغال سنگ در سمنگان. شناسایی پلیسی که دختر عسل فروش را در کابل آزار می‌داد. درآمد میلیون‌ها دلاری طالبان از قاچاق و فروش مواد مخدر در جنوب افغانستان. و در پایان حیاتی از طالبان قطری به کابل می آید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. انفجار در معدن زغال سنگ در سمنگان، 18 کارگر کشته شدند. اطلاعات روز. مسئولان محلی در ولایت سمنگان تایید می کنند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا این ولایت 18 کارگر کشته شدند. سلطان علی سلطان، ولسوال دره صوف بالا، روز چهارشنبه 21 جوزا به روزنامه اطلاعات روز گفت تاکنون 84 کارگر در این رویداد از زیر آوار بیرون کشیده شده است. به گفته او دو کارگر دیگر نیز که در بیرون معدن کار میکرده کشته شده است. آقای سلطان افزود که در این انفجار یک کارگر دیگر نیز زخمی شده است. این کارگر هم در بیرون از معدن کار میکرده. از سوی هم به گفته او تاکنون 812 کارگر دیگر نیز در زیر آوار ماندند و عملیات نجات برای بیرون کشیدن آنها جریان دارد. او گفت که این رقم نهایی نیست و هم ممکن کم و زیاد شود. ولسوال دره صوف بالا تاکید کرد که تمام کار تیم نجات به دلیل کمبود نیرو و تراکم گاز میتان در معدن به کندی پیش می رود. این انفجار در معدن زغال سنگ حوالی ساعت 11 قبل از چاشت دیروز سه‌شنبه 20 جوزا در منطقه شباشک ولسوالی دره صوف بالا رخ داد. به گفته ولسوالی، این ولسوالی در پی انفجار در این معدن زغال سنگ سقف دو معدن دیگر در همسایگی آن نیز فرو ریخته است. او گفت که کارگران و صاحب این معدن از ساکنان ولایت دایکندی می باشند. ولایت سمنگان در شمال کشور دارای معدن بزرگ زغال سنگ می باشد. در سالهای اخیر استخراج زغال سنگ در این ولایت به صورت سنتی و غیرحرفه‌ای افزایش یافته است. به گفته مقام‌های محلی سالانه ده‌ها نفر در اثر استخراج غیرحرفه‌ای معدن در این ولایت جان خود را از دست می‌دهند. شناسایی پلیسی که دختر عسل فروش را در کابل آزار می‌داد. وزارت امور داخله افغانستان از شناسایی پلیس جنایی حوزه سیم به اتهام دختر آزاری خبر داد. به گزارش سپوتنیک، وزارت امور داخله افغانستان میگوید که پس از بررسی درباره دادخواهی یک دختر خانم مبنی بر آزار موصوف توسط یک تن از منصوبین پلیس، اکبرشاه عضو مدیریت جنایی حوزه سیم، شناسایی و قضیه مستند شده است. این وزارت در ادامه افزوده است که وزارت امور داخله به همه شهروندان اطمینان می‌دهد که نظارت همیشگی بر کار کرد و رفتار منصوبین وجود دارد و در همچون قضایا هیچ گونه گذشت و تحمل وجود نخواهد داشت. یادآوری می‌کنیم که یک روز پیش برنامه صبح تلویزیون آریانا با یک دختر خانم عسل فروش در ساحه کارت 4 مصاحبه کرد. این خانم ادعا کرد که یک کارمند حوزه 3 او را آزار می دهد و مانع کاروبارش می شود. پس از آن یک جمع کاربران شبکه های اجتماعی در این خصوص اعتراض کردند و وزارت داخله برای شناسایی این پلیس دست به کار شد. درآمد میلیون ها دلاری طالبان از قاچاق و فروش مواد مخدر در جنوب افغانستان. پایگاه خبری منافن با استناد به گزارش سازمان ملل متحد در مطلبی نوشته است که طالبان در جنوب افغانستان میلیون ها دلار از طریق فروش هیروئین و سایر مواد مخدر درآمد دارند. بر اساس این گزارش، این گروه مواد مخدر افغانستان را به کشورهای مانند ایران، استرالیا و دیگر کشورها ارسال می کنند. منافن نوشته است که گروه تحقیق سازمان ملل دریافته است که طالبان اخیراً تیم تشکیل داده
که وظیفه تولید و قاچاق مواد مخدر به مرزهای کشورهای همسایه افغانستان را بر عهده دارد. در این زمینه محمد اشرف ناصری والی پیشین ولایت زابل گفته است که مواد مخدر بزرگترین منبع مالی برای طالبان است و به آنها کمک میکند تا فعالیت‌های جنگیشان را تشدید کنند. او افزوده است که مافیا مواد مخدر و طالبان مردم منطقه را به کشت و تریاک تشویق میکنند تا از این طریق سود بسیاری به دست بیاورند. در این گزارش همچنین آمده است که طالبان در ولایت‌های فرا و بادغیس در غرب کشور 60% مواد مخدر تولید شده را میان معتادان توزیع میکنند و بقیه را با همکاری مافیای بین‌المللی به کشورهای ایران، آفریقای جنوبی، استرالیا و آسیای میانه قاچاق میکنند. مقام های حکومت افغانستان نیز بارها گفتند که طالبان از برداشت تریاک و تولید مواد مخدر تمویل می شوند. به گفته مسئولان امنیتی، نیروهای دولتی در تلاش نابودی فابریکه های مواد مخدر هستند. چند پیش اداره سیگار و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرده بود که طالبان سالانه 1.5 میلیارد دلار از رهگذر مواد مخدر درآمد دارند. طالبان در قاچاق و فروش مواد مخدر را تکذیب کرده است. هیئتی از طالبان قطری به کابل می آید. هیئتی از طالبان با کمک قطری ها در حال اعزام به کابل هستند تا زمینه خلع قدرت غنی و عبدالله را فراهم آورند و حکومت اماراتی را با شیوه مدرن پیشکش نمایند که در این مسیر آمریکایی ها حامی و پشتیبانی اصلیشان خواهند بود. 68 روز قبل پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2002 برای اولین بار یک هیئت 5 نفری طالبان برای انجام مذاکره مبادله اسرا وارد کابل می شود. این هیئت به میزبانی سفارتخانه های قطر و آمریکا در کابل و با حمایت کمیته صلیب سرخ در کابل حضور پیدا خواهد کرد و قرار بود پیرامون مبادله اسرای دو طرف مذاکره چند روزه صورت بگیرد، اما فقط یک جلسه آن هم در سفارت قطر در کابل محقق شد که در آن 3 تن از نماینده های درجه سوم حکومت که قبلا در قالب حیات به قطر رفته بودند، عبدالخالق بارکزی معین وزارت دولت در امور صلح، جمشید توتاخیل رئیس تنظیم امور زندان ها و امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف در این جلسه اشتراک داشتند. قرار بود جلسه بعدی در ارگ برگزار شود که هیئت طالبان حاضر به نشست در ارگ نشدند و 3 تن از معتمدان خود را به ارگ فرستادند که در آنجا شورای امنیت ملی از آنان میزبانی کرد و نیروهای اصلی هیئت طالبان در آن جلسه حضور نداشتند. شورای امنیت ملی اعلام کرد که از هیئت طالبان در ارگ میزبانی کرده است، در حالی که آنان طالبان نبودند بل نماینده های معتمد هیئت طالبان در کابل بودند. خوشباوران و بیخبران در ارگ امیدوار بودند با کلید خوردن روند مذاکرات با طالبان به اهداف تبلیغاتیشان برسند که چنین نشد و طالبان زیرکتر از آن برآمدند. اما این نخستین بار نیست که دولت افغانستان و طالبان رسما رو در رو گفتگو میکنند. 5 سال پیش در 7 جنوری 2015 هیئت 7 نفره از کابل با گروه 3 نفره از طالبان در منطقه خوشاب و هوای شهری میری در 60 کیلومتری اسلام آباد پشت میز مذاکره قرار گرفتند. این گفتگوها با انتشار خبر مرگ مولا عمر بنیانگذار گروه طالبان متوقف شد. اسوسییتد پرس نوشت یک هیئت 5 نفره از طالبان برای پیگیری آزادی زندانیان توسط دولت افغانستان به کابل سفر کرده است. این بزرگترین آزادی اینچنینی از زمان توافق طالبان آمریکا برای تبادل زندانیان بین طرفهای درگیر جنگ است که حاصل شد. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان و سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هر دو تایید کردند که یک هیئت از این گروه در پایتخت به سر می‌برد. آزادی زندانیان بخشی از موافقتنامه‌ای است که اواخر ماه فوریه توسط آمریکا و طالبان امضا شد تا صلح در افغانستان برقرار شود و نظامیان آمریکایی اجازه یابند به کشور خود بازگردند. تشکر از توجهتان برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما. لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، علی نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.